برگشته مصاحبه کرده و برام جالب بود اولا که تمام خبرگزاری های فارسی نمیدونم چرا سکوت کردن در مورد این مصاحبه بسیار به نظر من مهم. منم موندم که تو چجوری الان این الان گوش کنیم ببینید چی میگه. منم موندم که چجوری این همه امیدانا مخالف داره ولی مچشو تو این ویدیوها نگرفتن و سکوت کردن. امیدانا میدونی برای چی سکوت کردن سر هم چیزی این ویدیو؟ به خاطر اینکه چیزی که تو فکر میکنی تو این ویدیو گفته نشده. آره اون اگه واقعا اون چیزی رو که انتونی بلینکن اگه اون چیزی رو که تو فکر میکنی گفته بود واقعا سر و صدا میشد. برای این سر و صدا نشده امید دانا، به خاطر اینکه تو اشتباه فهمیدی انتونی بلینکن چی گفته. الانم نشونت میدم. یکی این، یکی هم واقعا خاک بر سر کسایی که علیه امید دانان که نمیان اینا رو نشون بدن، من باید بیام اینا رو نشون شما بدم. یعنی بقیه کسایی که علیه امید دانان فقط بلدن بیان فتوشاپش کنن، فوش بهش بدن، به زنش حمله کنن، تهدیدش کنن، یعنی واقعا یعنی کار اونا هم اینه. و ایشون در این مصاحبه خبرنگاری میگه آقا بن سلمان تو این قتل خاچقچی اینا، آقای بلینکن تا انتها از لفظ قاتل استفاده نمیکنه برای بن سلمان. و در این مصاحبه با اینکه دولت بایدن گزارش قتل خاچقچی رو داده میگه و گزارش کرده و بن سلمان رو مقصر دونسته که در حقیقت ایشون از لفظ قاتل استفاده نمیکنه و تنها میگه که به صورت غیر مستقیم مجازات هایی رو برای قاتلان خاچقچی در نظر داریم. ولی یه نکته، خب ببین اینجاش رو درست فهمیده. خب و مهم اینه که این قسمتش که درست فهمیده رو باید حواسمون باشه که من وقتی که اصل ویدیو رو نشونتون میدم بتونیم بفهمیم که این همون ویدیوه. خب الان ببین داره درباره این ویدیو سی ان ان حرف میزنه ولی خود ویدیو رو نشونتون نمیده. من بعد از اینکه حرفش تموم شد خود ویدیو رو میارم نشونتون میدم. این جالبی رو ایشون بیان میکنه. آه ببین این قسمت دومش میگه این نکته جالبی رو بیان میکنه. مجازات هایی رو برای قاتلان خاچقچی در نظر داریم. ولی یه نکته، خب این قسمت اول ویدیو براش مهم نیست، قسمت بعد ویدیو براش مهمه که امید فکر میکنه یه نکته رو گرفته. نکته جالبی رو ایشون بیان میکنه. کل برنامه رو برای این دارم میسازم. نکته جالب اینجاست که آقای بلینکن میفرماین که استاد میفرماین که ایالات متحده، خوشم میاد خودتونم میگید ایالات متحده، شما یه کشور واحد جدی نیستید. آخرش هم فدرالی با چسب و توف به هم چسبونده. خیلی جالبه، فدرال یعنی با توف چسبوندن به هم دیگر، بخش هایی که از هم جداست، یه چیز شکسته ای که از هم مثلا حتی شکسته هم نیست، چیزای نامربوطی که به زور با چسب و توف به هم چسبوندن. خاک بر سر روشن فکران ایرانی که سیستم توفمالی آمریکا رو میخوان برای ما تجویز کنن. ببین من خودم با فدرال کردن ایران خیلی مشکل دارم، ولی به جای اینکه میام ببین من خودم برنامه داشتیم که چرا مثلا من فکر میکنم فدرال برای ایران خیلی فکر بدیه، ولی دلیل میارم به جای اینکه بگم این به خیلی جالبه. کسایی که طرفدار امید دانا به جای اینکه این بیاد دلیل بیاره فقط میاد که این توفه، مثل توف چسبوندن به همه اینا، میگن ای چقدر منطق جالبی، درست میگه امید دانا، ولی دلیل نمیاره که مثلا این چرا به ضرره چرا خوبه. فقط میاد مثلا رو عقده ها و رو تعصبای مردم کار میکنه، بهشون به این دلیل مثلا میگه که فدرال. منم خودم کسی که فلسفه میکنم فدرالی ممکنه برای ایران خوب نباشه، ولی اگه برنامه‌مون نگاه کنین دلیلاشو گفتم. ولی این فقط بلد بیاد بگه آره مثلا توفه که اینا رو به هم چسبوندن و برای همین بده، یا یعنی اینکه مثلا تعصب یا آره میگن ایران رو بکنیم فدرال، خاک بر سرتون کنم. فدرال یعنی توف ما کردن، توفمانی مال آمریکایی است، مال ما نیست. ایشون میفرماین که ایالات متحده، نمیگه آمریکا، خوبه اینکه میگه ایالات متحده خوشحال میشم، اطمینان حاصل خواهد کرد افرادی نه تنها از عربستان بلکه از تمام کشورهای جهان که مخالف دولتشان هستند به آمریکا ورود پیدا نکنند. چه این چی گفت؟ حالا فکر کنم تکرار میکنه. خب حواستون باشه الان دقیقا داره چی میگه. خب
این با اتاق فکری که داره سردار رسانه رفته رو سی ان ان یه ویدیو پیدا کرده تحلیل داره میکنه، خب داره به ما سواد رسانه میده. خب این میدونی یعنی چی؟ خیلی عاشقتونم، خیلی نکته مهمیه. آقای بلینکن به جایی که بگه ما پدر بن سلمان رو، چون شماها درفش حقوق بشر رو در دنیا تو دست گرفتید دیگه، که توفت اون حقوق بشری که شماها درفشش رو گرفتید، به عنوان پرچمدار حق آزادی بیان و حقوق بشر که بزرگترین نماد آزادی بیان چیست؟ خبرنگار. و دولت عربستان اومده بزرگترین نماد آزادی بیان یعنی یک خبرنگار رو قطعه قطعه کرده، مثل روح الله زم. درسته؟ مثل روح الله زم. یه چیزی بگم، من خیلی ناراحتم برای کاشوکچی، بله که سرش آوردن، واقعا ظلم شد بهش، ولی روح الله زم رو بدتر باش کردن. بالاخره کاشوکچی هم تیکه تیکه کردن بعد از که مرد تیکه تیکش کردن. اینم روح الله زم رو وقتی کشتن دار میزنن دیگه، درسته؟ تو ایران هم که دار که میزنن، خب اونم خبرنگاره، ولی داری که میزنن میکشن بالا جوری که مثلا گردنت نمیشکنه، درسته؟ یعنی به سری نمیمیری وقتی که تو ایران ادامت میکنن، یعنی با زجر شدید میمیری، درسته؟ من این طرز اینطوری میکشن تو ایران، درسته؟ یعنی اگه تو ایران روح الله زم اگه ادامش که کردن، من نمیدونم چجوری ادامش کردن، ولی به احتمال زیاد به همون روشی که به داره و داریه که گردن تو لفچت بگین تو لفچت کسی گفت؟ کسی نمیگه تو لفچت؟ خب نمیدونین شما، ولی خب من میخواستم بگم که یعنی روح الله زم و تمام وحشیگری که علیه کاشوکشی کردن جوری که روح الله زم کشتن خیلی بدتره، برای اینکه زجرش فکر کنم خیلی بیشتر باشه. روح الله زم رو طبق قوانین محاکمه شد، خب میدونم، ولی چجوری کشتنش؟ نه شکستن گردن، آها گردن شکسته، آدار میزنن به صورت خفگی. آره خب این خیلی بده، این خیلی مرگ کندیه واقعا. درسته که مثلا جوری که کاشوکچی رو کشتن از لحاظ شکلی بدتر به نظر میاد، ولی من فکرم مثلا روح الله زم رو بدتر کشتن، زجرش بیشتر بوده. آره میدونم دار زدن دو جور داریم، تو ایران جور بدترشه. جوری که ببین دو جور دار زدن هست، یکی این که میندازنت گردنت میشکنه سریع میمیری، تو ایران تنها میذارن دور در گردنت بلندت میکنن، یعنی آروم آروم میمیری، یعنی یه مقدار طول میکشه تا بمیری و خیلی زجرش بیشتره.